میفهمی کار برابر با چی؟ برابر با دلتا کا یا تغییرات انرژی جنبشی هستش. حالا یعنی سوال میتونست مطرح بکنه به جای کار به من بگو تغییرات انرژی جنبشی چی میشه. خب حالا مساحت اینو میام حساب میکنم، منفی 20 ضرب در ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2 دیگه، ضرب در 4 تقسیم بر 2، اینو با این بزن میشه 2، میشه منفی 40. پس اس این یا همون دبلیوش یا دلتا کاش شد چی؟ منفی 40. این ورنا کن مکان 8 به تو داده. بچه این ورا 8 به تو بده، قبول داری بازم 4 تا حرکت کرده؟ اصلا بیا 8 رو تو معادله بذار، 5 8 40 تا منهای 20 به تو 20 میده بازم، درسته؟ پس دوباره نیروی تو به دست اومد 20. اینجوری حرکت کن، به دست اومد 20، مساحتشو بیا دوباره حساب بکنیم. ساختارش همونه، 4 ضرب در 20 تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ میشه 40. منتها این دفعه چیه؟ مثبته. حالا برای اینکه کار برآیند خودت رو یا همون ارزم خدمت تغییرات انرژی جنبشی رو حساب بکنی، میگی 20 منهای ببخشید 40 منهای 40، یه دونه 40 اینجا به دست آوردم، یه دونه منهای 40 هم اینور به دست آوردم، میشه چقدر؟ 0. و جواب میشه گزینه 1. اینم از این. میگه ورزشکاری همانند شکل روبرو هالتری به جرم 32 کیلوگرم و به صورت تند شونده با شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه به ارتفاع 50 سانتی متری میبره بالا، کار نیروی ورزشکار رو بر حسب هکتوژول حساب کن. ببین این ساختارها رو بهش میگیم ساختارهای آسانسوری که توی دینامیک بیشتر متوجه میشه. ببین اگر یه زمانی توی حرکتها اصطلاح تند شونده به کار ببره یا کند شونده توی حرکتهای آسانسوری ها چجوری باش رفتار میکنم؟ مثبت میذارم؟ منفی میذارم؟ چیکار باید بکنم؟ اولا که واسه به دست آوردن نیرو توی این حالت میگیم نیروی من دیگه ام جی نیستش، این ساختار غلطه چون شتاب داره دیگه، درسته؟ ساختار صحیحش میشه اف مساوی با ام در جی مثبت و منفی آ. خب چجوری مثبت میذارم چجوری منفی میذارم؟ گفتیم یه مدل حرکت تند شونده است، یه مدل حرکت کند شونده است. تند شونده یعنی چی؟ یعنی حالتی که فرض کن ماشین داره گاز، یه مثال بزنم، آقا نگاه کن جعبه رو داری هول میدی، بهش نیرو وارد میکنی، چی داری بهش دیگه وارد میکنی؟ شتاب هم وارد میکنی. چرا شتاب و نیرو با هم همجهتن؟ نگاه کن اینجا رو، یه اسلاید خالی من بیارم اینو توضیح بدم. قانون دوم نیوتن، قانونه چند تا اسلاید خالی دیگه من باز کنم و خب قانون دوم نیوتن چی میگفت؟ میگفت آقا F یعنی نیرو، یا بهتر بگم F net یا زیگما F یعنی برایند نیروها، میشه M مساوی با M A. M من جرمه و یه کمیتی که همیشه مثبته، همواره کمیتی مثبته، من جرم منفی تو طبیعت ندارم، درسته؟ پس تعیین کننده علامت نیرو شتاب میشه دیگه. اگه این مثبت باشه مثبت در مثبت، اینم میشه مثبت. اگه این منفی باشه منفی در مثبت، اینم میشه منفی. پس هر وقت به سمتی نیرو داشتم، یعنی برایند نیروها یا اف نت داشتم یا همون زیگما اف، شتاب منم هم به همون سمته. حالا اگر جابجایی و تندی تو هم به همون سمت بود، به این حرکت میگیم تند. کند چه شکله؟ اینکه جابجایی و تندی من خلافش باشه، میشه چی؟ کند. حله. حالا میام میگم آقا شما توی این ساختار تند داری کند داری، هر موقع بهت گفتن تند مثبت میذاری، هر موقع بهت گفتن کند منفی میذاری. حالا دو مدل حرکت دیگه‌اش چیه؟ یکی بالا یکی پایینه. بالاخره تو بالا پایین میری تو آسانسور، درسته؟ هالتر رو داره بالا پایین میکنه. حالا میگم بالا پایین، واسه کدوم مثبت میذارم کدوم منفی؟ فکر کنم به ذهنت رسیده، بالا رو مثبت میذاری پایین رو منفی میذاری. حالا اگر بهت گفتم بالا تند شونده، میگی چی؟ میگی بالا مثبت، تند شونده مثبت، مثبت در مثبت مثبت. پس توی این ساختار علامت مثبت رو استفاده میکنم. اگه بگن پایین تند شونده، میگی مثبت منفی، مثبت در منفی منفی، پس منها رو استفاده میکنم. اوکیه، ساختارش رو یاد گرفتی، حواست به این باشه. حالا اومده گفته که چی؟ به صورت تند شونده این سوال، گفته تند شونده پس این یه مثبت بالا میبرم یه مثبت دیگه، پس علامتش چیه؟ جمعه. بیا جایگذاری کنیم عدداشو، جرمشو داده 32 کیلوگرم، ضرب میشه در جی که 10 باشه به علاوه 2، انگار 32 رو ضرب داره 12 میکنه، ضرب کن میشه 384. 384
نیروش بوده و بر حسب چیه؟ نیوتونه. پس 384 نمیشه بچه ها. چرا؟ نیروش رو حساب کردی دیگه. کار میشه چی؟ FD. خب کار شده FD. Fش رو حساب کردم چی؟ حساب کردم 384. خب این 384 ضرب داره جا به جایش میشه 50 سانتیمتر به سیستم حسابی باید تبدیل کنید. اصلی باید باشه، یعنی متر باید باشه، میشه نیم متر. نیم متر همون یک دومه، یعنی ضرب داره یک دوم متر بکن میشه چی؟ 384 تقسیم بر دو 192. 192 واحدش چیه؟ جول. بازم خوشحال و شاد و خندون نری گزینه دو رو بزنی ها، گفته هکتو جول. بچه ها هکتو 10^2 بود، زمانی که از تو یه چیزی میخواست علامتشو عوض میکردی دیگه، پس میشه 192 ضرب داره 10^-2 یعنی 1^92. این هم میشه گزینه 4. خب بریم سر وقت سوال بعد. میگه در المپیک توکیو یه ورزشکار سوئدی تونست مدال طلا رو توی رشته پرش با نیزه کسب بکنه. اون این کار رو